بس يا بصير تشكر دي بوجه نزيك برنامج شركات ميكر لطف كاردين بيشتغل سهل بوش مشروع كل ميك بات بتيب دي بوجه نجازي قامت مشروط که بدلا بشه دوستانه همی که میگن هیومنتر پرول بس چی داده میشه و چرا برای افغانا در نظر گرفته شده؟ این پروگرام که است جیرا جان اول تشکر از شما که ما را امروز خواستیم بر مصاحبه این پروگرام که است خب پروگرام نو است تن نو نیست دفتر امیگریشن که است یو اس سیتیزنشپ امیگریشن سرویسز این پروگرام در جیجان بود دفتر امریکایی که دیدن و دفتر امیگریشن و وزارت خارجه که دیدن در افغانستان شرایط فردی را دیدن که افغان ها زیر تهدید هستند مخصوصا افغان ها که وظیفه دولتی داشتن افغان ها که امرای امریکا کار کردن یا کمک کردن یا اما ایشون زیر تهدید هستن دفتر امیگریشن تصمیم گرفت یک هیومن ترن پرول آواز کنن بر افغان ها یک ذره یا از که بسیار سختگیری کنن امرای افغان ها یک همکاری کنن کمک کنن بر از ویسا بتن Human Term Pro کیس از در سابق کیس های افغان ها را دفتر امیگریشن قبول نمی کردن بسیار سختگیری می کردن پروگرام نو شروع کردن Human Term Pro for Afghans دیروز ما که دیدیم که کیس ها را قبول می کنن بسیار زود هم قبول می کنن کیس ها تا نمی خوره آخه زمان گیر نیستن دو هفته بعد سه هفته بعد و ما ختم می کیس قبول شده باز دفتر امیگریشن دوسیه روان می کنن به وزارت خارجه امریکا باز کیس به وزارت خارجه که رسید افغان ها بهترین رویش از سفارت امریکا در کابل متاسفانه بسته شده و از بین رفته افغان ها که هستن کیس هاشون قبول شد باید در یک سیوم کشور برن مثلا تاجکستان، پاکستان، قطر در جا که بتانن ویسا بگیرن باز در سفارت از سفارت امریکا وارا میخواین برای مصاحبه بخیر ویسا برشان که دادن در امریکا که رسیدن میتانن اجازه کاران بگیرن سوشل سیکیوریتی میگیرن سوشل سیکیوریتی کارد باز بالاخره باید تصمیم کنن یک کیس برای خود بندازن کیس برای خود بندازن که بالاخره چی بگیرن رزیدنسی یا گرین کارد که میگیم مثلا کیس پناهندگی بله دیبا جان یک مسئله که وجود داره داخل افغانستان افغان ها با امریکا کسر ندارن اما وجود شرایط هستن یا وضعیت است که اونا هم میخواین که به این رقم ویزه درخواستی بتن اینا میتونن که ویزه از داخل افغانستان درخواستی بتن یا به یک کشور سوم برن به این نوع اقامت تقاضا کنن و خوب سوال هم است جیلا جان این پروگرام هیومن ترن پرو هستن از داخل افغانستان میتونن بر خود کیس بندازن اقدام کنن یک دو پروگرام دیگه است علایده به نام پی 1 یا پی 2 او پروگرام ها هست برای کیس های رفیجی است او پروگرام است و باید اکسیوم کشور برن خود را رجستر کنن امرای یو ان های کمیشنر فور رفیجیز خود را رجستر کردن امروی از او شرکت کار میکنن یا انجی او هرچی که بود و رو معرفی میکنن به وزارت خارجه امریکا و در وزارت خارجه یک دفتر است به نام US RAP US Refugee Admissions Program باز با امروی و افغان ها کمک میکنن برشان رفیجی ویسا بدن این پروگرام Humanitarian Parole هسته یه علای دسته جدا است و خوبی Humanitarian Parole است که کیس ها بسیار زود قبول میشن سه هفته بعد یک ماه بعد باز کیس میرسد در وزارت خارجه از سفارت کیس های پی 1 پی 2 که هسته یک ذره زمان گیر هستن جیلا جان شاید یک سال یک و نیم سال وقت بگیرن و دیگه سختیش هستن هم خدا ما افغان ها و فامیل های بزرگ داریم چند فرزند پنج شش هفت فرزند و سخت است به افغان ها برن در سیام کشور در پاکستان یا تاجکستان پروگرام هیومن ترن پرو دیگه خوبیش اصلا میتونن در خانه خود بیشتن تا اونمو زمان بارا برای مصاحبه خواستن در سیام کشور بجان در کانگرس امریکا تلاش به ایسته که یک وجه به خاطر کمک و جا بجا شدن افغان ها در امریکا از کانگرس تقاضا کنن که بتارن که افغان ها را در اینجا جا بجا کنن و در بین از این مثلا کسایی که درخواست میتن یک فیس داره که ممکن امکان داره که فیس بر افغان ها ماف کنن مثلا نفر حدود چند صد دلار است یا امکان داره کسی تقاضا کنه یا فیس از اینا از طرف حکومت ماف شد بله فیس هیومانیتارین پرول هم میگن بله امکان داره او را به انگلیسی که میگم فی ویور است یک فرم است خانه پولی میکنن خط روان میکنن ثبوت روان میکنن که ما فعلا وظیفه نداریم یا چیستم آید ما بسیار کم است آید ما پایین است ما که دیدیم دفتر امیگریشن قبول میکنن
مقصد قانون humanitarian parole است و بسیار مهم است. یک آدم یک نفر از داخل امریکا یا سرسن امریکا اگر پاسپورت دارن، پاسپورت امریکایی یا اگر چی دارن، گرین کارت دارن، و باید یک affidavit of support امضا کنن. affidavit of support امضا کنن، ثبوت روان کنن که آید ماین قصد ما میتونیم کمک کنیم، ما این نفر کمک میکنیم. اگر ویسا گرفت، humanitarian parole ویسا گرفت، ما برش چی میکنیم، یک کمک میتونیم کنیم، ما آید مام خوب است میتونیم کمک کنیم. خب یک سوالی که مطرح است، میگن با اقامت مشروط بشه دوستانه یا همینطوری پرون افراد که مثلا به امریکا آورده میشن اجازه کار و تحصیل اینا بشن داده نمیشن، این امکان داره که افغان ها از این وضعیت مثلا موقف خود تغییر بتن که بتونن اجازه کار و تحصیل اینا داشته باشن؟ بله، humanitarian parole خوبیش است جیلا جان، اجازه کار میتونن بگیرن، میتونن. یک فرم است به نام I-765 جوره خانپوری میکنن در داخل امریکا که رسیدن و یک دو ماه یا سی ماه بعد برشان ام اجازه کار میاید، ام سوشل سیکیوریتی میاید. اینی خوبی humanitarian parole است، باز میتونن بر خود وظیفه بگیرن، قانونی میتونن کار کنن. بله، وقتی از افغان ها به تماس شدن که سفارت امریکا در افغانستان نیست، مثلا کسی که لاتری گرین کارت برشان برامدن، اونا نتونستن حتی ویزی خود بگیرن، این افراد چی گزینه چی را حل داره که چطور میتونن که مثلا ویزاشون اونجا ملق مانده بود و سفارت فعلا نیست، اونا چی رقم رجوع کنن یا مشکل خود حل کنن؟ بهترین راهش است راستی که صدا محاکمه ببرن، پیش قاضی که برن دعوا کنن، خویی خو از ما گناه ما نبود، سفارت امریکا بسته شد، ما کار خود قانونی پیش بردیم، نمره ما برآمد، diversity lottery کیس در محاکمه ببرند از داخل امریکا و ما که دیدیم چند کیس هست در جریان و قاضی ها کمک میکنن، میبینن که کسی که diversity visa دارن یا در diversity lottery نمره شان برآمده یا کوشش کردن ویزای خود بگیرن، سفارت که بسته شده باید وزارت خارجه کمک کنه امرایشان یا در کشور کیسشان روان کنن، مثلا پاکستان، اسلام آباد میتونن روان کنن که فقط چیشان نسوزه، ویسهشان نسوزه، باید یکم کاری کنن. اگر یکان کیس کسی یکان بهترین راه کست در کیس در محاکمه ببرن اگر میتونن از داخل امریکا. بله، یک مسئله دیگه که وجود داره، برخی از بنیادهای غیر انتفاعی NGO یا افراد سرشناس یا مثلا نظامی امریکایی اینا هم گروپ ها را در مجموع اسپانسر کردن که از افغانستان بکشن. بله. شما که به عنوان وکیل هستید اینجا، وکیل مهاجرت کار میکنین، با شما چه دفت داره؟ شما هم در قسمت همکاری دارین؟ با شما برای شما رجوع شدن؟ از شما کمک خواستن؟ چند انجیو هستم و امرشان کار میکنیم، لا فرم ما که هستم و انجیو نیستیم، نان پروفیت نیستیم، چیستیم لا فرم چیستیم شرکت شخصی هست. مقصد چند انجیو هستم و امرشان هم کاری میکنیم و وال فامیلا را سپانسر میکنم، مثلا در ازبکستان یک فامیل هست نام خدا، فامیل بسیار بزرگ تقریبا 10 نفر هست کیس از او را پیش میبریم و خود چاپ هستن کاتولیک چریتیز که میگیم ایساویستن، مقصد بسیار هم کاری کردن، هم را افغان ها کمک کردن و بدون پول، پول هم چیز نمیگیرن، فیس نمیگیرن، خودشان هم سپانسر میکنن افغان ها، باز افغان ها وکیل میگیرن اگر نمیتونن یا نتونستن وکیل بگیرن، چند نان پروفیت هستن، NGO هستن، میتونن هم روشون کار کنن، کاتولیک چریتی شاید بهترین NGO باشه، وکیلاش هم بسیار چیستن، تجربه دارن، بلد هستن، کیس های humanitarian parole میتونن پیش برن. بله، دیبا جان بانوان سوال آخر وقت هم نمیگیرم، شما یک آدم بسیار مصروف هستید، اداره خدمات تابعیت و مهاجرت USIS در رسیدگی به این نوع تقاضاها، درخواستی افغان ها، ویزه، ویزه پی ون، پی تو، اقامت مشروط بشر دوستانه و غیره چطور رسیدگی میکنن؟ به خصوص که بسیار حساسیت زمانی وجود داره، یعنی وقت کم وجود داره و یعنی تا چی وقت مثلا افغان ها تا چی وقت دیگه میتونن که به ویزا و تقاضای ویزا کنن و USIS رو مثلا اجرات کنن؟ بله، USIS به ما هنوز معلومات چیزی ندادن، پروگرام در اینی تاریخ تمام میشه یا چند ماه ماندن. ما به کلاینت ها و افغان ها میگیم هرچه زودتر کیس خود پیش ببرن به فایده ایشان است. چرا؟ اول خدا نخواسته کدام تغییرات نبیاید در قانون، دوم خدا نخواسته این پروگرام از بین نره، تمام نشود. ما که دیدیم شاید خب وزارت خارجه دقیق نگفتن یا در وبسایت خودم سه معلومات ندادن،
من فکر نمی کنم که پروگرام یک ماه یا دو ماه بعد چی کنن تمام کنن یا این پروگرام از بین بره. این هیومن ترم پروگرام که از چند سال است این قانون بود و وقتا چند سال پیش هم را افغان و خبکاری نمی کردن که سارت می شد در این روزا که دیدن شرایط فعلی را که سارت قبول می کنن. مقصد اش خزوتر که از خدا بندازن به فایده شان است از یا ترم کندر که شان قبول شد بخیر. تشکر دیبا جان، چون شما را بیننده افغان می بینن حتما اونا هم ممکن پیگیری کنن یا بخیر برای شما کار کنن، میتونن به شما رجوع کنن مثلا به شما گفتین یک شرکت خصوصی هستید. زیاد پذیرا جان، ما کوشش میکنیم امرا هم اگه کمک کنیم، اگر میتونن امرا ما کار کنن میخواین هزار دفعه، اگر میخواین امرا NGO کار کنن اونجا ترا میشه و رام است و وبسایت ما که است جیلا جان anwarilaw.com، تخلص ما anwarilaw.com. مام کوشش میکنیم در وبسایت خود یگان اپدیت و چی فرما و یاره در وبسایت بانیم که مقصد یگم کاری کنیم امرای افغانا بخیر.